تنظیمات مربوط به پنجره سرویس بهداشتی اگر ما پنجره سرویس بهداشتیمون رو انتخاب کنیم و اوکابش رو مثلا دو متر در نظر بگیریم اتفاقی که میفته توی پلان پنجره ما دیگه دیده نمیشه اما وجود داره چرا دیده نمیشه؟ چون پنجره بالاتر از سطح برش خورده پلان قرار گرفته برای اینکه پنجرهمون رو ما توی پلان بتونیم ببینیم باید سطح برش خوردهش ویرایش بشه خب برای این کار بدون انتخاب توی پلان مورد نظرمون توی پنجره پراپرتیز روی آیکون ویو در قسمت ادیتش کلیک میکنیم تا یک پنجره برای ما باز بشه حالا توی این پنجره باز شده توی قسمت کات پلان ما میتونیم ارتفاعمون رو بالاتر از اوکابه پنجره ادیت کنیم مثلا دو متر و ده اگر این کار رو بکنیم چه اتفاقی میفته؟ ما وقتی این تغییر رو اینجا انجام میدیم توی پلان ما یه سری مشکلاتی رو ایجاد میکنه مثلا ممکنه عناصری که توی سطح پایین تر از اندازه داده شده قرار دارن توی پلان دیده نشن خب برای اینکه همچین مشکلی به وجود نیاد باید چیکار کنیم؟ باید یه سری تغییرات توی قسمت مورد نظر ایجاد کنیم برای این کار توی سربرگ ویو و توی پنل Create لیست پنل ویو رو باز میکنیم از توی این لیست ابزار پلان رژین رو انتخاب میکنیم حالا با استفاده از رکتنگل روی قسمت مورد نظرمون که پنجره در اونجا قرار داره یک کادر رو ایجاد میکنیم حتما باید این کادر ما بسته باشه بعد از اینکه ترسیم رو انجام دادیم روی فینیش ادیت مود کلیک میکنیم خب حالا این پلان ريجینمون رو انتخاب میکنیم و توی پراپرتیز توی قسمت ویو رنج ادیت رو کلیک میکنیم تا پنجره ویو رنج برامون باز بشه حالا توی فیلد کات پلان میتونیم مقداری بیشتر از اون عدد رو وارد کنیم اگر روی شو کلیک کنیم میتونیم راهنمای این پنجره رو مشاهده کنیم اگر اپلای و اوکی کنیم میبینیم که پنجره ما توی پلانمون ظاهر شد به همین آسونی حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که ما چطور اینو میتونیم پنهون کنیم حواستون باشه که این خط ترسیم شده ویورنش رو نباید به هیچ عنوان پاک کنیم چون اگه پاک کنیم دیگه باز برمیگردیم به همون مراحل اول و پنجرهمون دیگه توی پلان دیده نمیشه خب میتونیم انتخابش کنیم و بعد کلیک راست کنیم و از قسمت هایدین ویو الیمنت رو انتخاب کنیم به این روش ما تونستیم این خطمون رو هیدن کنیم یا مخفی کنیم از صفحه ترسیمیمون اما پاک نشده برای ما پس ما تونستیم یک پنجره سرویس بهداشتی رو ایجاد کنیم که توی پلانمون هم قابل مشاهده باشه